یک حکایتی رو یک معلم ادبیاتی داشتیم، اسمش بود آقای خیبری در مشهد، اگر یادم باشه دقیق بلوار دانش آموز مدرسه‌ای داشتیم اونجا، کلاس ادبیاتی داشتیم و ایشون یه حکایتی رو نقل میکرد. حالا این حکایت رو من درست به خاطر داشته باشم و دقیق یا غلط نمیدونم، امیدوارم که درست به خاطر داشته باشم. میگه شبی سعدی علیه الرحمه شعری نوشت و شعرش رو هم خیلی دوست داشت، با این مضمون که اگر اشتباه نکنم: رود کشتی آنجا که خواهد خدای، اگر جامه بر تن دارد ناخدای، یا اینطوری بگیم اگر جامه بر تن دارد ناخدای، رود کشتی آنجا که خواهد خدای. شب ایشون سعدی علیه الرحمه میخوابه و در خواب فردوسی کبیر رو میبینه که در خواب سراغ سعدی میاد و بهش میگه که آقا این چه شعریه تو سرودی؟ یعنی چه رود کشتی آنجا که خواهد خدای؟ بابا کار خداست، کار خدا رود و اینا ندارد. بعد سعدی میپرسه از حضرت فردوسی که خب چه کار کنم، پیشنهاد شما چیه؟ ایشون میفرماید که بگو برد کشتی آنجا که خواهد خدای، اگر جامه بر تن دارد ناخدای. بعد این آقای خیبری معلم ادبیات ما اضافه میکنه که ببین لحن حماسی و لحن بزرگواری چون فردوسی چقدر تفاوت داره با لحن لطیف و شاعرگونه سعدی شیرازی. و این خاطره یک بار گفتین استاد ما و تو ذهنم همینجوری حک شده و مونده تا الان. حالا چرا مونده؟ امروز الان اومدم حوالی شهری به اسم اونتاریو و فرودگاه اونتاریو، نمیدونم چرا و چجوری سر در آوردم از اینجا، ولی به هر حال سر در آوردم. یهویی یاد این خاطره و این حکایت افتادم که برام جالب بود، نمیدونم چرا یادش افتادم. بعد چندین و چند سال گفتم حالا که داریم خیابونا رو میگردیم تا راه خودمون رو پیدا بکنیم، بذار یه چیزی هم برای خودمون ضبط بکنیم، خاطره بشه، این خاطره رو هم یه مروری بکنیم. دمتون گرم.